رسانه های ایران از گرانی و افزایش بیرویه قیمت ها در شب عید خبر میدن. روزنامه اعتماد نوشته قیمت ها به حدی بالا رفته که اکثریت مردم به دنبال تهیه مواد غذایی اند، نه کفش و لباس. بنابر گزارش ها امسال تهیه اقلام سفره هفت سین بیش از 500,000 تومان هزینه داره و قیمت بالای آجیل و میوه و شیرینی هم نوروز بسیاری از خانواده ها رو کم رنگ تر و کم رونق تر از سالهای قبل کرده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی که از آلمان همراه ما هستند. خانم خامنه عزیز سلام، خوش اومدین به ساعت خبر. تهیه مایحتاج عید نوروز برای یک خانواده 3-4 نفره الان چقدر هزینه داره و چقدر از خانواده ها قدرت خرید دارن؟ سلام و عرض ادب. ببینید، یک ماجرایی که وجود داره در حال حاضر، خب نوروز امسال مواجه شده با ماه رمضان، یعنی در دو تا مناسبتی که خب به هر روی برای مردم ایران بسیار مهم هستند، اما بر اساس تجربه همیشه نشون میده یک قدم که قیمت ها به طرف بالا میره، خب به هر حال تقاضا افزایش پیدا میکنه، به همون نسبت قیمت ها بالا میره، یک در ماه رمضان هست و بعد در نوروز هست که باز هم به همین ترتیب خب مردم شوق دارن، ذوق دارن برای خرید، میهمانی هاشون به هر روی بی همچین مراسم های مهمی هستن. در با توجه به اینکه در سال جاری این دو تا مناسبت مهم با هم همزمان شدن، همین هم موجب شده که قیمت ها به طرف بالا بروند، اما از یک سو دیگه خب همین افزایش قیمت ها از سوی درسته بر اساس تقاضا هست، اما باید در نظر بگیریم که از قبل از انتخابات تا الان 30% از ارزش ریال ایران کم شده و این یعنی چی؟ یعنی خودش گرانی و این یعنی که پولی که در دست مردم هست 30% در همین چند روز ارزش خودش رو از دست داده و توان مردم رو برای خرید کالاهای اساسی، تاکید میکنم کالاهای اساسی، تازه نه کالاهای جانبی دیگر، توان مردم رو کاهش داده. و اینها آنچه که وجود داره این هست که به هر روی شاهد این هستیم که امسال هم مردم روزهای سختی رو در پیش خواهند داشت، به ویژه برای خرید کالاهای اساسی. خانم خامنه، اما در سالهای قبلتر قیمتها در حدی بود که شاید بیشتر خانواده ها میتونستن یک سفره حد اقلی داشته باشن از آجیل و شکلات و شیرینی و میوه و این اقلامی که در مراسم عید نوروز در حقیقت بر سر میزها یا سفره ها هست، اما الان ظاهرا قیمتها در توان مالی بیشتر خانواده ها نیست. برآورد شما چیه؟ درست هست، دقیقاً. چون خب در این دو سالی که آقای رئیسی خب مسند ریاست جمهوری رو به عهده گرفته، واقعاً به وضعیت حکمرانی فاجعه بار ایشون باید اشاره بکنیم. من یه دو سه تا عدد رو نوشتم که خوبه براتون بخونم. در همین دو سال اخیر تخم مرغ 175%، قند و شکر 150%، گوشت 300%، روغن بیشتر از 200% افزایش قیمت داشت. یعنی اینها خودش نشان دهنده این هست که چقدر به همون نسبت که اینها گران هستند، به همون نسبت توان مردم، به همون نسبت گسترش فقر در بین مردم کاهش پیدا کرده. ببینید، امروز یک آماری رو نوشته بودن، یک گزارش رو نوشته، آقای مومنی اقتصاددان گفته بود در حال حاضر 60% از فقرای جامعه شاغل هستند. این یعنی چی؟ یعنی همان قشری که کار میکنند اما باز هم توان خرید ندارند. الان دیگه مردم ایران حتی توان خرید لباس هم ندارند. ما میبینیم که چقدر آمار خرید لباس دست دوم اضافه شده، یا حتی بر میبینیم صفهای طولانی رو که مردم برای این که بتونن گوشت و مرغ کمی با قیمت ارزان‌تر بخرن. ضمن این که باید در نظر بگیریم آقای رئیسی هم در خب به هر حال درسته که بازار کنترل ناپذیره، اما خب به همون نسبت ارزش دلار با رفتن بالای قیمت دلار به همون نسبت ارزش ریال ایران کاهش پیدا کرده.
بر اساس یه سنت قدیمی همیشه ایرانی ها قبل از سال نو به خرید لباس و کفش میرن و خصوص برای بچه هاشون، اما امسال من دیدم در گزارش روزنامه های چاپ تهران اومده که بازار خرید پوشاک و کفش به شدت کم رونق و رئیس اتحادیه کفاشان تهران هم از کاهش 25% تقاضا خبر داده. این کاهش تقاضا خانم خامنه چه تأثیری میگذاره بر تولید کنندگان و فروشندگان؟ دقیقا درسته. من الان با خیلی از دوستانی که در ایران هستن صحبت میکنم در مورد خب مغازه دارند یا به هر حال در کارهای تولیدی هستن، اونها هم همین رو میگن ما در پرداخت اجارمون دچار مشکلیم، به هر روی کالا آوردیم برای به امید اینکه بتونیم عید اونها رو بفروشیم، اما الان میبینیم که اصلا مشتری وجود نداره و اون پیش بینی هایی که میکردیم هیچ کدام درست از آب نیامدن. این دلیلش چی هست؟ دلیلش همون فقره. و اما تأثیری رو که میذاره این هست که نشان میدهد که اوضاع اقتصادی به یک صورتی هست که تولید کنندگان به زودی عطای این کار رو به لقاش میبخشن و خب به هر حال اون پولی که باید در تولید در گردش اقتصادی خرج میشد با توجه به همون به بانک ها میره و حتی آماری که ما میبینیم آمار خروج سرمایه به سمت کشورهای دیگه به ویژه کشور ترکیه رو به افزایش، اینها همان افرادی هستند که از تولید در ایران، از کار کردن در ایران ناامید شدند و پولهاشون رو سرمایهشون رو دارن میبرن به کشورهای همسایه. حداقلش اینه که اونجا در بانک خب در ترکیه میبینیم سود بالایی رو تعیین کردن برای سپرده های بانکی، در اونجا میذارن و سود بالایی رو هم میگیرن به جای اینکه اینجا بخوان در سال جاری 50% مالیات بیشتر بپردازن، ضمن اینکه خب میبینیم که وضعیتشون هم رو به ورشکستگی هست. تشکر میکنم از شما لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی که از آلمان مهمان ما بودید.